نوبتی هم باشه بریم بعد از شیش ماه آموزش یه دلمه متفاوت و العاده خوشمزه رو با هم همراه باشیم 300 گرم گوشت چرخ کرده و دو عدد پیاز درشت که ریز خورد کردم یا سه تا پیاز متوسط و سه تا پنج حب سیر که ریز خورد کردم و نصف قاشق غذاخوری نمک اضافه می کنم به سیر و پیاز و خوب یه دو سه دقیقه زمان میذارم اینها رو ورز میدم و شمال میدم پیاز ها نرم و لطیف میشن و یه مقدار هم به آب میفتن و سپس میتونیم گوشت رو ترکیب کنیم خواهش میکنم طبق ویدیو پیش برید مطمئنم از این به بعد مثل این ویدیو مواد این دلمه رو آماده میکنید فلفل قرمز پول بی که یه قاشق مربا خوری نعنا خوش یه قاشق غذاخوری فلفل سیاه یه قاشق چای خوری سماق یه قاشق مرباخوری و زیره یه قاشق غذاخوری سرخالی رب چهار قاشق غذاخوری که دو قاشق غذاخوری پرش و رب فلفل استفاده کردم اگر نبود شما رب گوجه همه را استفاده کنید و روغن زیتون به اندازه 45 تا 50 میل حدودا دو دونیم بنده انگوش اما در کل من 80 میل از نصف لیوان کمتر روغن استفاده می کنم که در ادامه بیشتر توضیح میدم. ترجیحاً روغن زیتون باشه بهتره. مواد رو با هم ترکیب کردم اون عطر و رنگی که میخواستم رو هنوز بهش نرسیده بودم یه مقدار دیگه حدود یه قاشق غذاخوری پر دیگه رب اضافه میکنم به همون اندازه تقریبا میتونم بگم میام نعنا خشک و ادویه ها رو هم بیشتر میکنم چون اون عطر و بویی که میخواستم رو هنوز بهش نرسیدم مخصوصا که این دلمه باید ادویه هاش زیاد باشه تا بخواد اون معطر بودنش به بوی فلفل غالب بشه تا خوشخوراک و همه پسندش کنه مایه خشک روغن بیشتری اضافه میکنم اصلا نگران نباشید که چرب نمیشه خب شما میتونید یه مقدار از من هم روغن کمتر استفاده کنید اما واقعا به یه مقدار روغن نیاز داره که خوشمزه بپزه نرم و لطیف بپزه خب برای داخل مایه میام اون قسمت های گوشتی گوجه ها رو استفاده میکنم و قسمت بیرونی رو به عنوان درب دلمه ها استفاده میکنم که در ادامه بیشتر توضیح میدم ملاحظه کنید خیلی راحت حدود 4 5 تا گوجه در نظر میگیرم و قسمت آبدار و گوشتی گوجه ها رو برای مواد داخل دلمه ها در نظر بگیریم حتما گوجه استفاده بشه که خوشمزه ترش میکنه و به آب گوجه برای پخت مواد داخل دلمه احتیاج داریم خب به اندازه تقریبا دو تا گوجه مواد گوشتی گوجه ها رو داریم که ریز سرشون میکنم و به مایع دلمه که آماده کردیم اضافه میکنم و به ورز دادن ادامه میدم چرا اینطوری ورز میدم از همون مرحله اول تمها خیلی خوب به خورده هم میره دلمه فلفل یه مقدار حساس پس با دقت بیشتری درست میکنیم که خیلی خوش خوراک بشه همیشه خدمتون توی آموزش دلمه ها گفتم که من از برنج خرد استفاده میکنم اینجا هم دارم برنج نیم دون رو خدمتون نشون میدم خیلی شبیه ولی هر کدوم که در دسترستون باشه رو میتونید استفاده کنید هم به صرفه تر برای دلمه ها ما برنج خرد استفاده کنیم و هم خوشمزه تر میشه حالا برنج خرد یا برنج نیمدون. کریک پرینچ میگم برای دوستان که بخوان از مغازه های ترک تهیه کنن به این شکل شبیه برنج نیمدونه ولی برنج نیمدون نیست برنجی هستش که از برنج های با کیفیت ولی خب خردش هست و بلغور یک لیوان کمتر حتما بلغور رو استفاده کنید هم کار رو لذیذتر میکنه و هم مواد داخل دلمه رو یه فضا میده در آخر صرفش رو نشون دادم که ببینید مواد داخل دلمه بعد از پخت چقدر داخلش شیکه به هم نچسبیده و حالت شفته پیدا نکرده و دون هستش بله همین بلغور باعث میشه هم مواد دلمه ما پربرکت تر خوشمزه تر و در نهایت کار شیک و مجلسی داشته باشیم ترکیب بلغور و برنج ها رو تمیز چند بار شستم و خوب آب آنها را گرفتم و به مواد دلمه اضافه کردم کنار بره استراحت کنه که یه مقدار طعم ها به خورده هم بره بریم که فلفل ها رو آماده کنیم اینجا جعفری و شوید رو در تصویر خدمتون نشون میدم که قراره به مواد داخل دلمه اضافه کنیم فراموشمون نشه خب بریم برای نکات مهم فلفل ها اول که دیدید مواد دلمه رو آماده کردم و کنار گذاشتم که خوب تمدار بشن و بعد بریم که فلفل ها رو تمیز کنیم و آماده کنیم دیگه فکر میکنم این مرحله رو خیلی خوب بلد باشید تخم فلفل ها رو خارج میکنیم وسیله که برای خارج کردن تخم فلفل ها و یا خالی کردن بادنجون اینجا استفاده میشه این هستش که در تصویر دارم خدمتون نشون میدم حالا بر دوستانی که زیاد درست میکنن یا میخوان داشته باشن تهیه کنن آشنا باشن, باشن با این وسیله گفتم خدمتون نشون بدم اگر نبود اشکال نداره با چاقو خیلی راحت مثل همیشه که درست میکنید میتونید داخل فلفل ها رو تمیز کنید و خالی کنید اگر بخواید یه دور هم میتونید داخلشون رو زیر آب بگیرید و برعکس بذارید که آب اضافه از داخل فلفل ها خارج بشه و برای اینکه مواد داخل فلفل ها خیلی خوب و سریع بپزن به کمک خلال دندون چند سوراخ روی بدنه و زیر فلفل ها ایجاد کنیم ترجیحا فلفل های کشیده اگر باشه و یک اندازه خوب خیلی بهتره و میگن قسمت زیرش هم چهار تا برآمدگی داشته باشه میگن این فلفل ها نرماده داره و اونهایی که چارتایی هست برای دلمه درست کردن مناسب تر هستن به هیچ وجه از چاقو برای سوراخ ایجاد کردن استفاده نکنید که فلفل ها حین پخت میترکن حتما خلال دندان باشه و یه مقدار نمک مثل تصویر داخل فلفل ها رو به نمک آغشته کنیم خیلی کم انگشتمون رو نمکی کنیم دو بار سه بار ولی خیلی کم و همه قسمت داخل فلفل ها رو به نمک آغشته کنیم هم بوی فلفل ها رو کمتر میکنه و هم خیلی خوشمزه تر میپزن و دلمه های لذیذتری داریم فقط با همین کار نمک آغشته کردن سبزی جعفری تازه و شوید تازه اگر بخواید تازهش رو استفاده کنید هر کدوم سی تا چهل گرم که روی همدیگه یک کاسه ماسخوری پر میشه و یا اگه مثل من خواستید یخ زدهش رو استفاده کنین هر کدوم سه قاشق کافی هستش اضافه کردم و خوب ترکیب کردم و بریم که فلفل ها رو پر کنیم بدون فشار به کمک یک قاشق مربع خوری و یا شربت خوری از مواد داخل فلفل ها بریزیم همین قسمت ها سعی کنیم از مواد پر بشه اما به اندازه یک انگشت سر فلفل ها رو خالی میذاریم که فضا باشه این برنج و بلغور میپزه و حجیم میشه و ازش بیرون نزنه و فلفل ها نترکه حتما این مقدار سرش رو خالی بذارید ببینید اندازه مواد دلمه رو که خدمتون گفتم اگر فقط بخواید دلمه فلفل درست کنید برای یک کیلو نیم تا یک کیلو هفتصد گرم فلفل این مواد دلمه کافی هستش من 850 گرم فلفل استفاده کردم به این تعداد و بقیهش رو میخوام دلمه برگ بپیچم دیگه سلیقه هستش تاس با خودتون اگه بخواید دو مدل درست کنید گفتم که در جریان باشید و این تیکه های گوجه هایی که آماده کرده بودیم و قسمت گوشتیش رو استفاده کردیم برای داخل دلمه ها مواد داخلی و این قسمت خارجی گوجه ها رو هم که به عنوان درب دلمه ها استفاده می کنیم به این شکل هم ظاهر زیبا و جذاب و رنگی تری و هم اون خوشمزگی گوجه ها بیشتر به خورده مواد و خود فلفل ها میره. برای سس یه قاشق غذاخوری پر رو به گوجه و دو قاشق غذاخوری روغن با هم ترکیب کردم یه مقدار خیلی کمی نمک اضافه کنیم و به اندازه دو نیم لیوان دستدار آب جوش به حدی باشه که به اندازه دو دو نیم بنده انگشت از فلفل ها رو بگیره حتی نباید به نصفه برسه برخی از آموزش ها میگن باید این سس وقتی که داخل ظرف ریختید نصف فلفل ها رو بگیره نه باعث میشه که مواد داخل فلفل ها زیاد اوورکوک بشه شفته بشه فلفل ها زیاد نرم بشه سس رو اضافه میکنم ترجیحا اگر بشه یک ظرف مثل مال من تابه ای که ارتفاع دار باشه استفاده کنید بهتره فلفل که بزرگ و بلندتر هستن رو من یه مقدار خوابون که بتونم درب تابه رو بذارم شله اول زیاده که سری داخل تابه بخار جمع بشه و به شله رو کم میکنم روی شله بزرگ اجاق گذاشتم مواظب هستم که از جوش نیفته ولی خیلی هم پر جوش نباشه اینجا تقریبا بعد از 45-50 دقیقه میتونیم بگیم کافی هستش چون قراره بره داخل فر و سطح روشون رو ما سرخ کنیم یعنی میخوایم از اون حالت آب پز درشون بیاریم و فوقلاده لذیستر و مجلسی ترشون کنیم اگر که فر دارید لطفا یک کچور زمان بذاریم که دیگه فوقلادشون کنیم هم ظاهرشون تر بشه و هم لذیستر بشه و هم یه کار متفاوت انجام داده باشیم اینطوری این چند سال اخیر خیلی مد شده و اینجا انجام دادن خیلی بیشتر استقبال میشه و اساسی که داخل ظرفمون داشتیم به دور و دیواره های فلفل ها بدیم روی فلفل ها رو داخل موادمون از سس نریزیم که شفته نشن فقط میخوایم سطح بیرونی هم تعمدار و برشته و و همچنین سرخ بشن از این سس که مخصوصا روغن داره باید بریزیم که خوب سرخ بشن و یه مقدار از سس رو هم برای سرو نگه می‌داریم. رفت داخل فر از قبل داغ شده با دمای 250 درجه، فن روشن، حرارت چرخشی برای حدوداً 10 تا 12 دقیقه فن رو روشن کنیم که همه ها به یک اندازه سرخ بشن. یه طرف نسوزه، یه طرف هنوز سرخ نشده باشه. حتی من سه چار دقیقه آخر دیگه حرارت رو به 200 درجه حتی کاهش دادم. نهایتاً ده تا 15 دقیقه لازم هستش و اینجا شب قبل هستش که من از برگ های کنسرو شده استفاده کردم و چون نمک زیادی برای این کنسرو استفاده میشه از شب قبل میذارم داخل آب و تا روز بعد که بخوام استفاده کنم چند بار آب رو عوض میکنم الان فصل برگه خیلی راحت میتونستم برگ تهیه کنم چه از بازار روز چه از داخل حیات که درخت انگور داریم فقط خواستم جهت یادآوری شما عزیزان بگم من چند سال پیش آموزش کنسرو برگ انگور رو به چند روش خدمتون ارائه دادم برای دسترسی راحتتر لینک رو زیر ویدیو میذارم الان که فصل برگه لطفا برگ تهیه کنید کنسرو کنید خودتون و بذارید بره برای زمستون برگ آسرو کنید و دلمه برگ درست کنید ماهی دلمه رو خدمتون نشون دادم تا الان آموزش دلمه برگ رو به چند روش خدمتون ارائه دادم تقریبا میشه گفت اونجا مایه ها رو نیم پز می کردم به این شکل که همه مواد رو خام استفاده کنم برای دلمه برگ دفعه اول هستش میخوام خدمتون نکته اصلی رو بگم به این شکلی که از مواد نباید خیلی زیاد بذاریم و نکته مهم بعدی نباید خیلی برگ ها رو سفت بپیچیم مرحله اولش به این قسمتش باید سفت بگیریم ولی بعدش رو باید لطیف خیلی شل به اصطلاح ببندیم که وقتی داره این مواد میپزه فضا داشته باشه که نترکه قبلا چند باری آموزش دلمه کلم برگ رو با شما از آن گذاشتم که یکی از اون آموزش ها اونجا هم مواد داخل دلمه تماما خام استفاده شد ای خوب اونجا کلم برگی یه مقدار خب برگ هاش جوندارتره این برگ ها لطیفه به خاطر همین نکات رو گفتم که رعایت کنید دلمه جگر رو درست کردید یا دلمه گل گل کدو دسترسی داشتید درست کردید از آخرین آموزشمون تقریبا 6 ماه میگذره متنوعترین ترین دلمه ها رو داخل کانال ارائه دادم عزیزانی که درست نکردن حتما برن درست کنن دلمه به دلمه برگ چغندر دلمه پیاز به خوشمزه ترین روش دلمه برگ درخت انگور با آلبالو دلمه خربوزه و یا طالبی اگر در دسترس داشته باشید اینا همه فوق هستن یه چند تاشم که برای این فصل مناسبه این فصل توصیه کنم حتما درست کنید لینک این دلمه ها رو زیر ویدیو میذارم برید تماما یعنی با خیال راحت تستشون کنید که همگی فوق العاده هستن خب زیر کار یه مقدار آب ریختم که برگ ها نچسبند و نسوزن و برگ هایی که زمخت بودند و خیلی پاره پوره بودن برای زیر کار و بعد هم دلمه هایی که گرفته بودم رو چیدم و دارم سس رو آماده میکنم به همون روش سس دلمه فلفل و همون اندازه ها تقریبا اینجا سس رو آماده میکنم فقط با همزن خوب هم بزنیم که کامل روباز باز بشه و یک بافت و یک تستی داشته باشه نکته مهم بعدی چیدمان این دلمه ها هستش که مواد داخلشون چون خام هستش باید یک ظرف پهن مثل تابه در نظر بگیری که اینا زیاد رو همدیگه نیاد و سنگینی نکنه و سس به همه قسمت ها بره ببینید حتی اینجا که دارم سس رو با آرومی به کناره ها میدم یه نصف از سس رو که تقریبا اضافه کردم میام چیکار میکنم اینایی که اومده بالا قرار گرفته و در سطح سس قرار نگرفتن رو میارم پایین تر و یک سطحشون میکنم که این باید سس در یک سطح قرار بگیره اگر مواد نیم پز باشه همیشه میگیم دو سوم از مواد دلمه ها رو باید سس در نظر بگیریم ولی الان باید هم سطح دلمه ها سس داشته باشیم زیادم نباید بریزیم فقط باید میگم مرتب بچینیم چیدمان رو دقت کنیم که سس هم سطح مواد ما بشه که کافی باشه روی بزرگترین شلو گذاشتم جوش که حرارت رو کم کردم برای 45 دقیقه خیلی خوب و نرم و لطیف میپزند و تعمشون جا میفته و بریم برای سرو نهایی و رنگ و رنگ و اشتها برانگیز و فوق العاده خب دلمه برگ ها هم در این فاصله پخت چرا میگم در این فاصله چون دلمه فلفل رو نباید بعد از اینکه پخت همطور زاغ زاغ همطور جوش رو به اصطلاح قلقل کانان سرو کنید چون بوی دلمه فلفل یه دفعه میخوره تو ذوق مثلا اطرافیان یا خودمون باید بذاریم و لرم بشه بذاریم از اون جوش و داغی و قلقلی بیفته حتی اگر لازم شد بعدا دوباره یه مقدار حرارت بدیم و گرم کنیم یکی از رازهای دیگه یه دلمه یه فلفل این هستش که بلا فاصله بعد از پخت نباید سرو بشه بعد زمان بدیم سس رو به خودش بکشه یه مقدار خنک بشه طعم و عطرش بهتر جا بیفته و بعد سرو کنیم و دلمه برکا هم که آماده شد برای کنارش استفاده کرد دو مدل دلمه آماده کردم که اصلا منو خسته نکرد توصیه میکنم این روش رو تست کنید فوق هستش معمولا من من میام 800 گرم یک کیلو یک کیلو و نیم برگ استفاده میکنم و یک روز دلمه یه برگ رو میپیچم روز بعد میپزمش ولی این بار واقعا خیلی عالی بود اینم که یه بشقاب برای دوستی که هر وقت دلمه درست میکنه و یا سالاد درست میکنه حتما برای من میاره یه چند از شما دوستان به من گفته بودی چه خوب اطرافیانت اینقدر حوات رو دارن والا من هر روز دعا میکنم میگم خدایا آدمای خیلی خوب و سر راه هم بذار آدمایی که واقعا خوش نیت و خوش نفس هستن و از اون سوسی که گفته بودم یه مقدار نگه دارید برای سرو و یک رنگ زیباتر میتونید در نظر بگیرید و اینجا یه بشقاب آماده کردم برای خودم و برش دادم که داخلش رو ببینید وقتی میگم یه مقدار استفاده کنید با اینکه من برنج خرد استفاده کردم برنج باسما که دون در بیاد استفاده نکردم و نتیجه رو ببینید چقدر فوق‌العاده است و اینم دلمه ها معمولا دلمه برگ رو من میگم بذارید یه یک ساعت یک ساعت و نیمی به و جا بیفته اینجا لازم نیستش همون پنج دقیقه پنجاه دقیقه کافیه به شرط اینکه خیلی ظرف رو پر نکرده باشید شده توی دو تا ظرف بپزید ولی خیلی روی هم نیاد دوستان هم فشار ایجاد نکنه و اونایی که زیر مونده که و هم زودتر بپزن و ازش خوردم که خیالتون راحت باشه خیلی خوب پختن یه نکته مهم دیگه برای دلمه فلفل که باید در نظر بگیریم فلفلی که تهیه میکنید کنید موقع خرید یه مقدار دست بزنید فشارش بدید نرم باشه تازه نباشه به اصطلاح سفت نباشه یه مقدار خودش رو رها کرده باشه یا اگر تهیه کردید همون روز نیاید دورم فلفل رو درست نکنید یه دو سه روز بذارید داخل یخچال نرم بشه وقتی فشار میدید انگوش بره داخل یعنی خیلی سفت و شق و رق نباشه خب و فلفل نرم شده رو استفاده کنید چرا به خاطر اینکه هم زودتر میپزه و همین دلمه ها خوشمزه تر میشه تا دلمه هایی که خیلی سفته و حتی بعد از پخت اون حالت سفتی و زمختیش رو داره یا اینکه باید خیلی اوورکوک کنید اینها رو و یا اینکه اگر بخواید ظاهرشون حفظ بشه نه خیلی بپزیم اما دلما عین سرو سفته و لطیف نشده امیدوارم تونسته باشم منظورم رو برسونم دوستان با یک آموزش دیگه در خدمتون بودم امیدوارم که براتون مفید و مورد پسندتون قرار گرفته باشه خیلی ممنون میشم که با لایک و اشتراک گذاری و سابسکرایب هاتون از فعالیت من حمایت کنید باور کنید این آموزش ها رو خودم خیلی زمان گذاشتم که یاد گرفتمشون کلاس رفتم در سرما و گرما در اوج خستگی در اوج مسئولیت هایی که دیگه ای که داشتم اما برای اینکه اینها رو خوب یاد بگیرم واقعا زمان گذاشتم اونم در کشور غریب خیلی خیلی اصرار دارم ازتون که ازم حمایت کنین هر طوری شده با اشتراک گذاری، با کامنت، با لایک، با عضو کانال شدن ازم حمایت کنین تا باعث دلگرمی من باشه و به من یک انرژی بیشتر مزایفه بدید که بتونم به فعالیتم ادامه بدم مثل که همراهی کردید دوستتون دارم نوشه جان خدا نگهداره هممون